رگ تاک نوشته فاضل قیبی فصل نهم اوضاع سیاسی و اجتماعی در اوایل عصر قاجار در فصلهای گذشته کوشیدیم پیکری از جامعه ایرانی پیش از تهاجم اعراب به دست دهیم دریافتیم که چگونه این تهاجم روبنای جامعه ای ایرانی را در هم شکست و کوشش اعراب فاتح برای حفظ تسلط بر ایران کشاکش درونی جامعه ایرانی را در هزاره اول اسلامی تعیین می نمود. این کشاکش مداوم نه تنها هرگونه تحول زیر بنایی را غیر ممکن می ساخت که باب تحلیل بردن انرژی حیاتی جامعه به گسست های مکرر مدنی انجامید. در مرحله پایانی این هزاره با پیروزی نهایی قطب اسلامی با قدرت یابی جناه شیعه در عصر صفوی اکثریت نامسلمان جامعه ایرانی به اقلیت در هم کوفته شد با تسلط فراگیر مذهب حقه شیعه و از میان رفتن ساختار دو قطبی جامعه هویت فرهنگی کشور به کلی دگرگون شد چنانکه که توضیح روندهای سیاسی و اجتماعی از صفوی به بعد پرداخت پیکری تاریخی دیگری را ایجاب می کند. پس از سه صده در آغاز قرن نوزدهم ایران کشوری است واحد با جامعه ای از نظر آین و فرهنگ اجتماعی یک بارچه و بدین ویژگی قابل مقایسه با بسیاری از کشورها که از آن پس راه پیشرفت پیمودند. اما در ایران چنین نشد بلکه روند ازمهلالی کشور شتاب گرفت و علت این روند را باید به فرهنگ مسلط بر جامعه نسبت داد در آغاز قرن 19 هم که اروپا می رفت با گسترش و تحکیم دستاوردهای های انقلاب کبیر فرانسه چهره این نو بیابد ایران میدان تاخت و تازه مدعیان رنگارنگ رنگ حکومت بود با پیروزی آقا محمد خان قاجار هرچند ظاهرا تمرکز قدرت سیاسی تأمین گشت ولی دیگر شیرازه ی حیات کشور از هم گسسته و به طور قطع از گردونه پیشرفت جهانی به بیرون افکنده شده بود در سفرنامه فرد ریچاردز درباره ایران این دوران می‌خوانیم در این صفحات خونین تاریخ بیهوده از اگر در جستجوی نشانه هایی ها که از پیش رفت و ترقی و یا ذکری از هنر دوران صلح و صفا باشیم در سراسر ایران گاواهن فدای شمشیر شده بود برخی تاریخ پژوهان تأسیس سلسله قاجار را نقطه آغازی دانستند که ایران به عنوان یک واحد ملی به دوران معاصر گام نهاده است در حالی که این جز بازتاب نگرش اروپایی به ایران نیست چرا که ایران در راستای این تحولی به علت تهجر روابط قرون وسطایی و نبود جنبش ملی از کلی شرایط لازم برای تحول به سوی یک واحد ملی محروم بود و شیع زدگی جامعه چون صد دیست تبر در برابر حس میهن دوستی امت قرار داشت به دور این توده افسون زده و درمانده حساری کشیدند و نام آن را ممالک محروسه ایران نهادند این به هیچ وجه به مفهوم تاریخی و اجتماعی با تحول در راستای قوام ملی مترادف نیست نگفته نماند که همبستگی ملی بر خداگاهی ملی متکی است و با علاقه طبیعی به زادگاه تفاوت دارد برآمدن چنین خداگاهی بود که باعث گشت در قرن نوزدهم شمار زیادی از واحدهای ملی در یک وجب خاک اروپا قوام یابند روندی که در اروپا با در هم شکستن قدرت انحصاری کلیسا به برآمدن شکل بندی های ملی کمک می‌نمود در ایران جهتی عکس می‌پیمود در قبال تضعیف حکومت سیاسی روحانیت شیعه به سوی گسترش هرچه بیشتر نفوذ خود و بدلگشتن به یک پایگاه مستقل حکومتی گام برمیداشت مبارزه با سنی مذهبان و کوشش در جهت نابودی کامل اقلیتهای مذهبی میدان را برای رشد جناح باز هم افراتیتر رهبری شیعه میگشود مبارزه اصولیون که خاصر حکومت مجتهدان بودند با اخباریون به سود گروه اول به پایان خود نزدیک میشد و پس از نابودی صوفیان در دوره صفویه حکومت مجتهدان شیعی پایه سنگین خود را بر شهر و روستای ایران استوار می ساخت. پس از نادرشاه که به کوشش نافرجامی برای جلوگیری از این روند دست زد و به احتمال قوی جانش را در این راه از دست داد قدرت این حاکمیت به اوج خود نزدیک می شد بر چنین زمینه ای تمرکز قدرت سیاسی نه تنها قدمی به پیش نبود که با بازسازی ساختارهای پیشین کشور در اعماق گذشته ها به بند کشیده شد حکومت سیاسی بازگشت به دوران پرشکوه صفوی را ایدئال خود تلقی می کرد در حالی که وضع عمومی مملکت در قیاس با دوران صفویان و افشاریان و زندیان راه قهقرا سپرده بود و در این زمان حکام همه دفترخانه ها و صندوق های محاسبات گذشته را برباد دادند و یراق آتش بازی ساختند کتابخانه های صفویان نیست که مملو از کتب مختلفه بود در هر علمی و فنی همه را فروختند و دزدیدند از آنها چیزی باقی نماند مگر یک جلد قرآن دستگاه حکومتی قاجار نه تنها نتوانست دوران صفوی را تجدید نماید بلکه حکومت شاه به این محدود بود که ولایتی را به یکی از وابستگان به دربار بدهد و سالان مالیاتی دریافت کند در برابر حاکمیت مذهبی با شتاب حکومتی مستقل در شهر و روستای ایران برپا داشت سعید نفیسی در مقایسه می نویسد صفویان هرگز به روحانیان سودجوی و آزارگران آزادی را ندادند که بر جان و مال مردم دستاندازی کنند قاجارها چون به سر کار آمدند خود میدانستند که مردم ایران پادشاهی ایشان را مشروع و به حق نمیدانند و همین جهت از آغاز روحانیون را که پشتیبان خود ساخته بودند بر مردم چیره کردند نفیسی مسلمانتر از آن است که از خود بپرسد چه شده بود که مردم ایران پادشاهی را دیگر مشروع نمیدانستند آیا نه به این خاطر که به ادعای ملایان باور کرده بودند که شاهان را قاسب حق علی بر حکومت بدانند؟ از طرف دیگر شاهان قاجار از آنجا که خود نیز شیعه مذهب بودند حکومت را حق خود نمی دانستند و از فتح شاه به بعد به نیابت روحانیت بر تخت نشستند تصویر ما از سرآغاز دوران قاجار در مجموع همان است که در کتاب های تاریخ رسمی تکرار می شود با این تفاوت که در آنها عامل عمده در تثبیت عقب ایران فساد و استبداد حکومتی قلم داد می گردد و حتی مسئولیت قدرت یابی ملایان را به گردن حکومت می اندازند. مثلا نفیسی می نویسد یکی از ناگواریهای های بسیار زیان بخش در این دور از آغاز پادشاهی قاجارها در ایران نفوذ فوق است که به روحانیون مردم آزار و سود پرست داده بودند شوان صفوی خود را سایه خدا و جانشین پیامبر در روی زمین و پیشوای روحانی می و ناچار روحانیون دست نشانده ایشان و پیرو و فرمانشان بودند اما در دوره قاجار چون آزادی بی سر به گروه متشرعان دادند و دولت ایشان را به پشتیبانی خود برای مقاصد سیاسی برگزید آتش فتنه بالا گرفت شگفت انگیزان که هیچ یک از تاریخ پژوهان در این باره نهی اندیشیده اند که ضعف حاکمیت سیاسی در مقابل روحانیون از چه رو بوده است؟ آنان نه تنها این آزادی دادن به گروه متشران را دل بخواه فرض نموده اند در حالی که شیع زدگی دربار را باید عامل عمده ضعف و زبونی حکومت در برابر ملایان دانست درباره فتلی شاه گزارش کرده اند این پادشاه خوشگذران مثل سلف خود شقی و بیرحم نبود ولی در آزمندی و مال دوستی دست کمی از آقا محمد خان نداشت. و درباره آزمندی سلطان ممالک محروسه ای ایران نوشتند شاه یک مرتبه از دهقانی که امر به قطع گوش او داده بود شنید که به میر غذب میگفت که اگر فقط سر گوش را ببرد چند عدد پول نقر به او خواهد داد ولی مقصر بسیار متعجب شد وقتی که شاه به او اطلاع داد که اگر آن پول را دو برابر کند و به اعلی حضرت بدهد گوش او کاملا سالم خواهد ماند این روایت را سعید نفیسی از قول جان ملکم نقل نموده و مرتزا رابندی از قول سایکس نگارنده تاریخ ایران نکته آنکه اولی آن را به آقا محمد خان نسبت داده و دومی به فتح علی شاه. برای هیچ کدامیز مطرح نبوده که راویان دو تن از مهمترین کارگزاران قدرت استعماری در ایران بودند. آیا چنین فرومایگی ناشی از مذهب زدگی عمیق او نبوده است؟ چون دقیقتر بنگریم خرافیگری آنان را نیز در سایه مذهب زدگی شاهان میابیم آقا محمد خان حتی در لشکرکشی‌ها ها و سفرها نیم شبان بر و نماز میکرده درباره فتح علی شاه نیز نفیسی می نویسد اعتقاد به خرافات مانند اوراد و سعد و نحس ستارگان و توسل به دعانویس و تلسم و جادو و امثال این عبادیل جبن طبیعی او را سختتر و چند برابر کرده بود. با این همه این را نیز باید در نظر گرفت که آنها نیز دچار دوگانگی و هویت بودند. نه تنها شبها برای آقا محمدخان خان قاجار شاهنامه می حتی فتح علی شاه قصد احیای عظمت ایران باستان را داشته است به این علت دستور می دهد نقشی از او در لباس و شباهت پادشاهان ساسانی در سخته نزدیک شهر ری حق کنند نشان دادن دوگانگی شاهان به دین علت است که آن را باید عامل اصلی ناتوانی و استبداد آنان دانست زیرا حکومت سیاسی ذاتا در قبال مردمی که بر آنان حکم میراند جواب گوست و این سخن اول در فرهنگ سیاسی است هرگاه در نظر بگیریم حکومت سیاسی بر دستگاهی تکیه دارد و این دستگاه مثلا در دوران قاجار نیز از درباریان و حکام ولایات تا سطوح پایین مردم گسترش داشت چنین دستگاهی به منظور حفظ قدرت هم که شده نمیتواند نسبت به سرنوشت مردم بی تفاوت باشد و همواره در جهت مخالف آن گام بردارد و اگر چنین میکند باید دید چرا و با تکیه بر کدام قدرت برتر می کند دست است که برای خود کامه ترین حکومت ها نیست حکومت بر کشوری آباد، پرمکنت و پیش رفته را بر حکومت بر کشوری عقب مانده، زده و درمانده ترجیح می دهند و اگر حکومتی ناتوان از خدمت به رایت باشد باید علتی غیر طبیعی داشته باشد تأکید کنیم که سخن از نظامات دموکراتیک نیست بلکه همان شاهان فلاکت زده قاجار نیز آنجا که امکان داشته در حفظ رعیت و آسایش آن گام برداشته و خود کامگیشان در این فلاکت بازتاب جامعه بحران زده و عقب ای بود که بران حکومت می کردند. آنچه شاهزاده عباس میرزا به پ آژوبر مترجم ناپل اون در لشکرکشی به مصر و اولین نمایندهش در ایران از سوی نشانگر میهندوسی افتخارآمیز اوست و از سوی دیگر بیان سرخوردگی خشمالودی که کما بیش در هر ایرانی میهندوسی زنده است چه قدرتی است که به شما برتری و مزیتی را که نسبت به ما دارید عطا می کند علت ترقی روزافسون شما و ضعف مدام ما چیست آیا مشرق زمین از لحاظ جمعیت، حاصل خیزی و ثروت کمتر از اروپا است؟ و آیا اشعه خورشید که قبل از رسیدن به شما بر ما میتابد تأثیرات مفیدش روی سر ما کمتر است؟ اجنبی حرف بزن با من بگو که برای بیدار کردن ایرانیان از خواب قفلت چه باید کرد؟ شناخت پایگاه حکومت مذهبی در ایران به عنوان یک پایگاه تمام ایار حکومتی پیش شرط درک تاریخ ایران در دوران معاصر است نه اینکه این مطلبی نو و یا احیانا مخفی باشد بلکه آثار روشنگران اجتماعی پیش از انقلاب مشروطه پر است از اشارات و کنایات به حکومت ملایان مثلا حاج می نویسد از تمام نقاطی که من دیدم بدتر ایران است که هیچ جا به این درجه خراب و پریشان نیست جهت آن همین است که در تمام زمین به این شدت ظلم از عمرا و نفوذ جهل از ملاها نیست این دو سنگ آسیاب در ایران در نهایت قوت و شدت عموم را خورد می کنند زیرا هر کس برای حفظ خیش در مقابل این دو قوه ناچار به تزویر و دروغگویی است که سبب انحطاط اخلاق است دیدیم که تسلط شیعیگری در عصر صفوی سرآغاز روند ازمهلال واقعی کشور بود با این همه تمرکز قدرت در این عصر را باید در مقایسه با دوپارگی حکومت در عصر قاجار از نظر فلسفه سیاسی مرحله بالاتر ارزیابی نمود پس از آنکه سلسله صفوی به موازات سقوط همه جانبه ایران خود نیز از میان رفت قرنی ایران صحنه کشاکش خونبار ایلات رنگارنگ از سوئی و میدان کشاکش مجتهدان از سوی دیگر گشت هرچند دوران حکومت نادرشاه چون اخگری زود گذر تاریکی این قرن را شکافت در دل ایرانیان امیدها برانگیخت، اما نتوانست روند ازمهلالی کشور را ترمز کند درباره نقش رهبری شیعه در سقوط نادرشاه شواهد زیادی در دست نیست اما مسلمان است که پایان حکومت نادرشاه و خلع قدرت سیاسی پس از آن زمینه را برای رشد پایگاه مستقل ملایان فراهم آورد و اینک مجتهدی بساط قدرت خود را میگستراند با بازتاب درونی این روند در درون دستگاه مذهبی همان دعوای میان اخباریون و اصولیون بود که در آن مجتهدان و اصولی خلاف اخباریون بر حکومتگری رهبر مذهبی پا میفشردند تصور نمی رود که بدون پیروزی اصولیون بر اخباریون علما می توانستند در ایران قرن 19 هم چنین نقش گسترده ای پیدا کنند. روشن است که جایگزینی اکثریت اخباری با چه کشاکش های خونباری ممکن شد. کشاکش که نقطه پایان آن قتل و آتش کشیدن جسد رهبر اخباریون در عتبات عالیات بود. آنگاه که تاریخ جانگداز ایران به درستی روشن شود نشان داده خواهد شد که پایگاه حکومت مجتهدان بر چه دریایی از خون قرار گرفته است و چگونه فرسایشی که بدان دامن زدم ایرانیان را از درون به ازمهلال و درماندگی کشاند. اینجا به منظور رعایت اختصار تنها به یکی از کوچکترین جلبه های این کشاکش اشاره می کنیم. ماجرا از این قرار است که در طول جنگ اول ایران با روسیه میرزا محمد اخباری از فتحلی شاه قول گرفت که اگر تا یک ماه سر فرمانده لشکر روس را برایش بیاورد شاه از حمایت اصولیون دست بردارد. جبان که چنین نیز شد. و چنانکه که معلف ناس خود تواریخ می نویسد به وسیله علم قیب و قدرت معور و طبیعه جنرال سیسیانوف فرمانده لشکر روس به قتل رسید اما با آنکه سر او را برای فتح شاه آوردند شاه به قول خود وفا نکرد ماجرای این معجزه چنین بود که در گیرودار جنگ طرف ایرانی خواستار مذاکره شد و چون اشپختر معرب سی سیسیانوف روسی برای مذاکره به اردوی ایران آمد به ناکا بر سرش ریختند و به قتلش رساندند و سرش را به پایتخت به ارمغان بردند با اینکه در کتابهای تاریخ در این بار اشاره یافته می شود می توان تصور کرد که روسا در قبال این عمل وحشیانه چه دماری از ایرانیان درآوردند بگذاریم پیروزی مشتهدان بر اخباریون را باید نتیجه یک قرن هر و مرج پس از صفویان دانست که اینک در دوران فتح علی شاه به پایان خود رسید و از میان دریای خونی که در شهر و روستای ایران بپا کرده بود پایه های حکومت شریعت مداران یکی پس از دیگری بر می آمد. از اولین مجتهدان حکومتگر این دوران میرزا محمد علی بهبهانی مرگ در 1801 میلادی است که در بارش نوشتم همواره اده افراد مسلح او را همراهی میکردند و احکامی را که صادر می بلافاصله به اجرا می گذاشتن.